So I'm standing in front of a painting. اینجا پشت سر من تابلویی به اسم پرتغال فروش. این نقاشی کار ناتالیا گونچاروا نقاش پیشرو روسه و در سال 1916 خلق شده و جزو مجموعه به نام زنان اسپانیایی. این تابلو هم بازتاب بخشی از زندگی گونچاروا در خارج روسیه است و هم اساره سبک و تفکر و علایق اونه. تصویر رو با اشکال هندسی خلق کرده و علاقش به پارچه و لباسهای لایه لایه هم به خوبی در کار مشهوده. سال 1881 در یکی از روستاهای غرب روسیه دختری به نام ناتالیا به دنیا اومد که بعدها یکی از مظاهر هنر آوانگارد روسیه شد. ناتالیا گونچاروا. وقتی آثار گونچاروا رو بررسی میکنیم باید متوجه چند نکته باشیم. گونچاروا یک زن هنرمند بود در زمانی که عالم هنر و بیشتر عوالم متعلق به مردان بود. دیگه اینکه او یک هنرمند روس بود و فرهنگ بومی محل تولدش به وضوح در آثارش ظاهره و او با مهارت المان‌های بومی رو در هنر مدرن و سبک کوبیسم گنجونده. پدرش معمار بود و مادرش از خانواده‌ای با مطالعات دینی. بنابراین دور از انتظار نبود که داستان‌های دینی به نقاشی‌های گونچاروا راه پیدا کنه. و البته که روایات مذهبی گونچاروا به مذاق کلیسا خوش نیومد. در نظر کلیسا هنر مدرن در خور داستان‌های دینی نبود. موضوعات دینی تنها مشکل ناتالیا گونچاروا نبود. او که هنرمندی پیشرو بود برای خوشایند کسی کار نمی کرد. نقاشی های او از پیکرهای برهنه زنان هم بارها توقیف و سانسور شد. علت توقیف خلق نقاشی های برهنه توسط یک زن هنرمند. گونچاروا به نظر من هنرمند خیلی قابل توجهیه. کارهاش در این حال که چشم‌انداز آینده است ریشه در تاریخ و گذشته داره. در ضمن به عنوان یک زن در اون دوره تاریخ روسیه شخصیتی جنجالی هم بوده. او در بحث‌های عمومی شرکت می‌کرد و با همسرش میخائیل لاریانوف که او هم نقاش بود بیانیه صادر می‌کرد. یکی از اتفاقات مهم زندگی گونچاروا آشناییش با میخائیل لاریانوف بود. همشاگردی که در دانشگاه هنر ملاقات کرد. کسی که برای اولین بار ناتالیا رو متوجه استعدادش در نقاشی کرد و تا آخر عمر همکار و شریک زندگی او بود. بخشایی از زندگی گونچاروا آینه تحولات روسی است. مثلا اون که دوران کودکیش رو در مزاره و در فضای هنرهای بومی و سنتی روسیه گذرانده بود، در 11 سالگی با خانوادش به مسکو عزیمت کرد. و این غربت شهری آینه‌ای بود از غربت دوران گذار روسیه از دوران کشاورزی به عصر صنعتگری. سبک او اول کوبیس و فوتوریست بود، اما بعدها سبک خاص خودش رو به وجود آورد. سبکی که شکست نور در اثر تابشش بر اجسام رو به تصویر میکشه و تغییر جلوه اجسام در اثر تابش نور رو نشون میده و شامل خطوطیه که باعث میشه در قاب نقاشی حس حرکت به وجود بیاد. او اولین هنرمند مدرنی بود که نمایشگاه کاملی از آثارش در روسیه به نمایش در اومد. اون زمان 32 ساله بود. آوازه بلندش و استعداد و علاقش به هنرهای مختلف از جمله طراحی لباس او رو به باله روس در پاریس وصل کرد و برای چند باله معروف طراحی لباس و صحنه انجام داد.
ناتالیا و میخائیل که در فضای فعال و انقلابی سالهای پیش از انقلاب اکتبر پر و بال گرفته بودند و واضح بعضی جنبش‌های نوآورانه دوران بودند، به خاطر مخالفت و سختگیری‌های بعد از انقلاب اکتبر با هنرمندان روسیه رو ترک کردند و در پاریس اقامت گزیدند. در پاریس او جزء به حلقه هنرمندان آوانگارد اروپا بود. با اینکه اون همیشه در آثارش هویت روسیش رو حفظ کرد، اما از سال 1916 که دیگه نتونست به روسیه برگرده، پاریس به خونش بدل شده بود و مضمون غربت و دلتنگی برای سرزمین مادری در کارهاش نمود پیدا کرد. با اینکه گونچاروا یکی از شهرهای مهم هنر مدرن و آوانگارد روسیه است، اما همیشه معتقد بود که هنر مدرن ریشه در هنر سنتی و مذهبی شرق داره. ذوق و شور او برای هنر بومی روسیه با نبوغش در هم آمیخته و انقلابی در هنر روسیه به وجود آورده و او رو به یکی از پیشروترین زنان هنر روسیه بدل کرده.